کارل فردریش بنز، مهندس آلمانی اتومبیل و طراح موتور، در 1885 میلادی نخستین اتومبیل جهان را به نام بنز ساخت. 10 سال بعد در 1895 نخستین کامیون بنز را نیز طراحی کرد. 123 سال می گذرد. آینده کامیون ها در جهان چگونه خواهد بود؟ من فرید خلیفی هستم و اینجا دانستنی های جهان ما از کیهان لندن. امروز تراک ها یا همان کامیون ها نقشی حیاتی در حفظ نظم و جریان زندگی دارند. ماشین های سنگینی که هر روز از مواد غذایی تا لوازم و مصالح صنعتی و ساختمانی را بین شهرهای جهان جابجا می کنند. برخی از انواع تراک ها کشنده تریلرهای طویلی هستند که مواد حیاتی و مورد نیاز جوامع را در مقدار اندوه از شهری به شهر دیگر و حتی از کشوری به کشور دیگر منتقل می کنند. در سالهای اخیر این ماشین های سنگین نیز از موج تکنولوژی های پیشرفته در امان نمانده اند و اکنون کمپانی های مطرح تولید کننده کامیون نسل های تازه از این وسایل حیاتی را یکی بعد از دیگری معرفی می کنند. مرسدس بنز یکی از ابر تولید کنندگان انواع اتومبیل در زمین در سال 2014 نسلی تازه و پیشرفته از کامیون را معرفی کرد که جهشی بزرگ در این وسایل نقلیه بود. پس از طراحی مدرن اتاق این کامیون، آنچه تفاوتی مهم با دیگر کامیون ها محسوب می شد، توانایی کنترل هوشمند و خودکار این اتومبیل است. این کامیون کشنده اگرچه دارای صندلی راننده نیز هست، اما می تواند کنترل رانندگی را در جاده خود به دست بگیرد و در واقع تبدیل به ماشینی خودرو شود. سنسورهای پیشرفته و متعدد در این کامیون می توانند به جای راننده عمل کرده و هنگام رانندگی در وضعیت خودرو راننده را از کار مرخص کند تا اتاق کامیون به جایی شبیه به دفتر کار تبدیل شود. راننده می تواند در آرامش استراحت کند یا به کارهای دیگر بپردازد و هر از گاهی بر عملکرد سیستم های هوشمند ماشین نظارت داشته باشد. مرسدس بنز این کامیون پیشرفته که تریلری 13 متری را می کشد، کامیون آینده 2025 نامیده. اما مرسدس بنز تنها تولید کننده مطرح کامیون نیست. و شاید سایر تولید کنندگان نیز تولید محصولاتی انقلابی را در برنامه آینده خود داشته باشند. کمپانی پرآوازه ولوو شرکتی سوئدی که نزدیک به 100 سال پیش تأسیس شد و کیفیت محصولات تولیدیش همواره زبان زد بوده. به تازگی محصولی از آینده را معرفی کرده که کار را از جهش گذرانده. با کامیون ولوو ورا آشنا شوید. شاید به دنبال کابین راننده باشید و یا آنکه گمان کنید راننده قرار است در وضعیت خوابیده این ماشین ولوو را هدایت کند. اما واقعیت این است که ولوو کابین و راننده را با هم قورت داده. عجیب است که طراحان خلاق ولوو دست به چنین تغییر بلند پروازانه زدند. ولی چنانچه واقع‌بین باشیم، آنچنان هم دور از تصور نیست که در آینده استفاده از چنین کامیون‌هایی فراگیر شود. زیرا با وجود سیستم‌های هوشمند و پیشرفته‌ای که چندین برابر راننده بیولوژیک دقت و کارایی دارند، اصولاً دیگر نیازی به حضور عامل بشری در کامیون نیست. مضاف بر آنکه در صورت لزوم می‌توان کامیون را توسط سیستم پیشرفته کنترل از راه دور از مرکز فرمان نیز هدایت نمود. اگر قرار نباشد راننده‌ای در کار باشد، پس چرا باید با صرف هزینه مازاد بخشی به نام کابین را به کامیون اضافه کرد؟ طراحان در پاسخ به این پرسش بیدرنگ شر کابین را از سر کامیون‌های آینده ولوو کم کردند. تغییری که دیگر تنها یک جهش نیست و می‌تواند معرفی وسیله نقلیه تازه باشد. ولوو ورا که به تازگی در شهر برلین آلمان معرفی شد، از پیشرانه تمام الکتریکی
با توان 180 وات بهره می‌برد و از این لحاظ نیز ماشینی از آینده محسوب می‌شود، چرا که آینده وسایل نقلیه پیشرانه الکتریکی به جای موتورهای سوخت فسیلی فعلی است. پک باتری تعبیه شده در این کامیون دارای ظرفیتی تا 300 کیلووات ساعت است تا امکان پیمایشی در حدود 300 کیلومتر را با یک شارژ کامل به آن بدهد. یکی از نکات جالب توجه ورا اندازه کوچک آن در وضعیت جدا شده از تریلر است. این ماشین کوچک انبوهی از سیستم‌های هوشمند را در خود جای داده، توانایی حمل تریلری با وزن 32 تن را داراست.